به نام یاد خدای بخشنده و مهربان و عرض سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز، شما هموطنان گلم. خدا کنه که سعادتمند باشین. یک سلام ویژه به شما پدرها و مادرهای عزیز، یک مانده نباشید بگم به همه شما، شما عزیزانی که از صبح تا به حال به کارها و امورات زندگی زحمت کشیدین و تلاش کردین و همکنون بیننده برنامه روشنا هستین. جهان سپاس از این که بیننده برنامه ما هستین و ما هم تا آخرین لحظات با شما عزیزان هستیم و شما هم همراه ما، و امروز هم حتما منتظر هستین که چه صحبت ها و گفتگوهایی با شما عزیزان داریم. و مطمئن هستم شما بیننده عزیز، شما مادر، پدر و جوانان عزیزی که همکنون بیننده برنامه هستین، جزء افرادی هستین که همیشه در سختی ها، در مشکلات زندگی، در رنج ها و جگرخونی هایی که وجود داره و همراه ما هست، همیشه تلاش دارین و کوشش دارین که با توکل به خدا و راز و نیاز و نیایش با خالق خوب خودت میتونید همه اون سختی ها و مشکلات را گوشه بانی و مقاومت داشته باشی و صبر و شکیبایی داشته باشی. با شکرگزاری های هر روز میتونی با تمام سختی ها و مشکلات مقابله داشته باشی و هیچگاه در سختی ها و مشکلات نمیمانیم اگر توکل ما به خدا باشه و شکرگزاری داشته باشیم از نعمت های فراوانی که خداوند به ما و شما دادم. همراه ما باشین و کارشناس محترم برنامه خواهر خوب ما خانم حسن‌زاده هستن. امروز روز یک شنبه که در استودیو حضور دارن، یک سلام علیکی گرم تقدیمشان میکنیم و آرزو میکنیم که جور و صحتمند باشن. سلام خانم حسن‌زاده و خوش آمدین به استودیو برنامه روشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترم برنامه. امیدوارم که همه بینندگان عزیز جور و صحتمند باشن. زنده باشین، جان سپاس. و همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراهی کردین برنامه روشنا را، و همه قسم که در جریان هستین، ما روزهای یکشنبه در رابطه با موضوع رنج و زندگی با شما عزیزان گفتگو را آغاز کردیم و در رابطه با رنج و زندگی و ای که اقسام رنج چگونه هست و چه باید بکنیم و ای که نگاه دین و کارکرد دین و نقش دین در رابطه با رنج چی هست، هم امروز میخواییم با شما عزیزان صحبت و گفتگو داشته باشیم و ای که خب به هر حال همیشه رنج در زندگی وجود داره، سختی ها وجود داره، انسان با رنج و سختی خلق شده و ما نمیتونیم بگوییم که ما میخواییم که هیچگاه در رنج نباشیم. البته این آرزو و امید همه ما هست که در رنج و سختی نباشیم، ولی به هر حال وجود داره و ای که بتونیم این مهارت ها را کسب کنیم که بتونیم رنج های زندگی خود ما را کم کنیم و مدیریت کنیم. این میشه مهارت زندگی. ببینید خانم حسن‌زاده عزیز، در رابطه با نقش دین در رنج های زندگی ما چه صحبت و گفتگو دارن؟ بفرمایید خانم حسن‌زاده. بله، همونجور که شما فرمودین، بحث اصلی ما در مورد رنج و انسان هست که در زندگی انسان رنج در زندگی انسان هست و ما نقش و کارکرد دین رو میخوایم بررسی کنیم که در رنج مثلا چقدر میتونه دین تاثیرگذار باشه، آیا میتونه رنج های انسان رو کمتر کنه یا حتی رنج های اضافی رو حذف کنه و چه کارکرد هایی رو که دین در مورد رنج انسان وجود داره. در آموزه های دینی و اسلامی اگه خواسته باشیم بررسی کنیم، در قرآن کریم و سیره ائمه اطهار همشون این است که زندگی همراه مشکلاته. بله. هیچ کسی نیست که بگه من مشکل در زندگیم ندارم. درسته. اگه هم مشکل نداشته باشه، ممکنه به طریقه دیگه در روزهای آینده یا این مشکل را همراهش باشه. پس اینکه پس وقتا ما فکر کنیم افرادی مشکل ندارن، نه، هر فردی نسبت به ظرفیت خود خود مشکل داره، به یک نحوی، به یک طریق دیگه مشکلات دارن، در کل وجود در رنج داره هستن. در رنج هست، گرفتاری ها هست، سختی ها برای همه انسان وجود داره، چون خود قرآن کریم میفرماید لقد خلقنا الانسان فی الکبد. ما انسان رو در سختی آفریدیم. واقعیت دنیا، دنیایی که ما در رو زندگی میکنیم، و این است که سختی در رو باشه. پس ما نمیتونیم فرار کنیم از این موضوع، بگیم که ما یک میخوایم یک قسم زندگی کنیم که
هیچگاه در سختی، در جگرخونی، در غم و گرفتاری نباشیم. اتفاقا و فکر میکنم که باید باشیم تا ساخته شویم، خوشی ها را درک کنیم و متوجه هم طعم خوشی ها را درک کنیم، هم ساخته شویم. پس انتظار ما وقتی که در این دنیای زندگی میکنیم داشته باشیم در کاملا آسایش باشیم، هیچ بلا و مصیبتی بر ما وارد نشه، واقعا انتظاری نابجایی هست. و اینکه انسان همیشه در همه حوادث هست، در همه مشکلات هست، باعث میشه پخته شوه و صیقل داده شوه تا به کمال برسه و خودشو پیدا کنه. و جالب اینجاست خداوند در آموزهای اسلام و داریم که ما هر فرد را به اندازه توانایی از او تکلیف میدیم. یعنی بیش از او تکلیف و مثلا مصیبتی وارد شه، دردی به او داده شه، به او داده نمیشه. بعضی از افراد هستن اینقدر ناله میکنن، جزا و فضا میکنن، میگن هر چی بلا و مصیبت در جهان در سر ما هست. ولی همچین نیست. اینو خود خداوند متعال در قرآن میفرمه ما به اندازه اندازه توانایی خودتان به شما تکلیف دادیم، پس چیزی بیش از اون ما به شما ندادیم. و ای که ما انسان‌های برداشت رو داریم که این باعث میشه نظر و دیدگاه ما انسان‌ها هست که به این مشکلات و گرفتاری‌ها میافزایه. پس باید ما پس این تفکر ما نسبت به این موضوع رنج ما رو زیادتر میکنه. وقتی ما بگوییم که دیگه من تنها کس هستم که قدر رنج دارم، من تنها کس هستم که قدر سختی دارم، کل مشکلات دنیا برام است، وقتی این تفکر داشته باشیم رنج ما زیادتر میشه. احسان. پذیرش اول موردش این است که دین باعث میشه پذیرش تحمل رنج بر ما آسان بشه. من رو با یک مقدمه شروع کنم. وقتی که انسان با مشکلات در این دنیا روبرو میشه، چهار تا کار از بیشتر از نمیتونه دست از او بر بیاد. معمولا همین نکات هست که به ذهن انسان میرسه، بیش از اون نیست. یکی که دنیا رو تغییر بده. من همه این دنیا رو تغییر میدم و جوری میسازم که درد و غم رنجی در او نباشه. همه چیز باب میل ما باشه. خب این که ما خودمان میتونیم درک کنیم این دنیایی که هستیم جوری هست که رنج همراه از اون است. بله. پس نمیتونیم این تغییر بدیم. یک آرزویه، یک تخیلی هست، بلکه با واقعیت هیچ وقت سازگاری نداره که همه دنیا باب میل ما باشه. چون این رو ما داریم که دنیا طوری طراحی شده که بلا و مصیبت و شادی و خوشحالی و لذت در کنار هم هست. او سرای آخرت هست که صرف لذت هست. بله. صرف خوشی هست و شادی. اگه هم باشد صرف عذاب هست. یعنی دوتا آمیخته با هم مثل دنیا نیست. پس ای چنین آرزوی که هست و دست نیافتنی هست. بعضی افراد دیگه میگن من اقدر مصیبت و بلا هست از بس که ناله میکنن باعث میشه که کاسه صبر از اونا سر بیایه. دیگه بگن ما نمیتونیم تحمل کنیم. حتی باعث میشه در برابر این مشکلات کمر خم کنن. و حتی افراد دار از گوشه کنار ممکن است شنیده باشن که خدای نکرده دست به خودکشی زدن. بله. یا دچار افسردگیش باشن. بله. خب این هم هر ذهن عاقلی نمیپسنده. پس این هم مقابله با مشکلات نمیشه بیان درست. کنیم. دیگه این است که افرادی که برای من رنج رو به وجود میارن من اونا رو حذف کنم. خب انسان موجودی اجتماعی است، یا با خانواده در ارتباط است یا با اجتماع پیرامون خودش در ارتباطه. بس. پس این نمیتونه کنترل کنه رفتار افراد دیگر که همه افراد رو حذف کنه. بله. پس این زندگی صورت نمیگیره. خب پس یک نکته میمانه در آخر این است که ما اول رو بیان کردیم خودمان رو تغییر دهیم. کارکرد مهم اساسی دین این رو میگه زمانی که مشکلات به سراغ شما آمد اولین خودمان رو تغییر دهیم منظور اول در اعمال و رفتار ما جاری نیست، نگاهمان رو تغییر دهیم، افکارمان رو تغییر دهیم، ذهنمان رو تغییر دهیم. اگه ذهن ما تغییر کرد، افکار ما تغییر کرد، میتونم در عمل هم تلاش کنم و تغییر کنم. بله. و به پیروزی برسم. ولی نه، همش مدام ناله، جزع، فزع. مثلا بعضی افراد در کنارشان میشنمی کوچکتر مشکل رو انقدر کلان میکنن حتی باعث میشه با همو جزع و فزع خودشان مشکلات دیگری به این مشکل خودشان بیافزونه. یعنی خب وقتی که انسان با امتر انسانهای روبرو میشن احساس میکنن که میگن که این چقدر مثلا منفیست، یا ای که میگن که دیده مثلا قانون جذب کائنات که هست میگن این انرژی منفی میتبه همه.
احسن. درست میگم بله. که بعضی انسان‌ها خیلی انرژی مثبتن، یعنی وقتی که در کنارشون قرار میگیری انرژی های مثبت میاد طرفت و تو هم باعث میشه که لذت ببری و احساس خوشی کنی، ولی بعضی انسان‌ها هستن که همین انرژی منفی میتن و باعث میشه که انسان از همون زندگی از همون لحظاتش دیگه اصلا نتونه استفاده ببرم، و هرچند که لحظات شاده باشه ولی بازم میبینی که به صورت منفی و بسیار بد مثلا میگذرن از زندگی خودشانم. بسیار خوب خانم حسن زاده، بریم یک وقفه و میان برنامه و بعد از اون در ادامه صحبت بیشتر صحبت میکنیم، یکی دید ما را تغییر بدیم و افکار ما را تغییر بدیم، چه قسم بتوانیم تغییر بدیم تا اینکه همیشه انرژی مثبت داشته باشیم، هم برای خود ما هم برای اعضای خانواده و جامعه خود ما. بعد از یک وقفه همچنان با ما باشیم. از همراهی همه شگی شما هموطنان خوبم و همه بیننده های عزیزی که همکنون بیننده برنامه روشنا هستین. بله، تفکرات مثبت، دید مثبت و مثبت نگری، اینها همه میتونه چیزهایی باشه که اهمیت داشته باشه در زندگی و ای که ما بتونیم احساس خوشی کنیم و رنج و سختی را کمتر احساس کنیم. اگر دید ما تا به حال نسبت به همه مسائل زندگی منفی بوده، نسبت به بسیاری از افراد زندگی ما منفی بوده، بیایم از همین حال تصمیم بگیریم دید خود ما را مثبت کنیم و نسبت به هر تفکر و نسبت به همه اعمال و رفتار مثبت فکر کنیم و خوبی های زندگی را ببینیم، خوبی های افراد را ببینیم، خوبی ها و خوشی های خانواده و جامعه را بیشتر ببینیم، این قسم یک ذره از رنج و سختی های ما حتما کمتر میشه. این خودش یک روشی است برای که بتونیم دید خودمان را نسبت به زندگی تغییر بدیم. وقتی دید ما تغییر کرد و خوب شد و مثبت شد، مطمئنا رفتار و اعمال ما هم تغییر میکنه و مثبت میشه. خب خانم حسن‌زاده، در ادامه صحبت ها نقش دین و کارکرد دین، پس یکی از نقش دین و کارکردش همیست که به ما آموزش داده که همیشه در زندگی کوشش کنیم که مثبت ببینیم، خوبی های زندگی را ببینیم و بدی ها و ناآلامی ها را نبینیم، بیشتر به خوشی ها و خوبی ها بسنجیم و اونها را ببینیم. پس آیا گاهی مواقع منفی هایی در زندگی هم وجود داره؟ شری وجود داره در زندگی ما که میتونه مفید و مثبت باشه یا نه وجود نداره؟ بله، نکته خوبی رو خانم زوره اشاره کردین، گفتین خوشبینانه باشیم. بله، انسان وقتی خوشبینانه بود میتونه زندگی رو خودش رو به سمت کمال حرکت بده. ولی که شر، بله شرهای انسان، ما فکر میکنیم شره، ممکن است در او خیر باشه، چون ما در اصل کائنات این رو داریم که خداوند شر نیافریده، آنچه هست خیر است، ولی دید ما بعضی وقتا باعث میشه او رو شر بپنداریم. من یک مثال این رو بزنم، مثل گرمای آتش رو. خب گرمای آتش ممکنه آتش سوزی هم اتفاق بیفته، ولی اصل گرما و آتش چیز منفی نیست. بله. زمانی که یا مثلا طریق باعث شده که آتش سوزی اتفاق بیفته، اونجا شر بوده، خب ولی اصلش که شر نیست. بله. پس دید ما هم به مشکلات میتونه به همین سمت و سو بره، یعنی بستگی به نحوه استفاده ما داره. آره، مثلا بله دقیقا همین مورد رو میخوام اشاره کنم که چجوری خوشبینانه بودن اتفاق بیفته. درست. به صورت کوتاه این رو بگم، منی که الان مشکل دارم این رو در نظر داشته باشم، این میتونه یک تجربه باشه برای من
و این میتونه یک یاداوری باشه یا تذکری بوده که برای من اتفاق افتاده، یا مثلا کسی که مریض، ما در روایات داریم افرادی که بیماری به سراغ از اونها میایه، این علتش این است که گناهان اونها رو میامرزه. خب اگه آدم دید آدم به این سمت بره، خیلی میتونه هم در خود تغییر ایجاد کنه، هم در مشکلات تغییر ایجاد کنه. یعنی اگه مشکلات مثل یک کوهی باشه، میتونه با همون نگاه دیماداری به سمت از او حرکت کنه و او رو به پشت سر بگذاره و او رو هموار کنه برای خودش. مثال خوبه گفتین، همین بیماری یا بسیاری از سختی ها و مشکلات زندگی که برای ما هست، ما میتونیم اون رو جز حکمت های خداوند بدانیم. یعنی یه دید مثبت پیدا کردیم دیگه، نه؟ یا مریضی رو مثلا بگویم که خب خدا رو شکر که همچین یک مریضی هست که گناهان من آمرزیده میشه و کفاره گناهان من میشم. پس این میشه یک دید مثبت. دید مثبت. یعنی منظور ما این نیست که مثلا ما شرها و گرفتاری ها و سختی ها وجوده که هست بگیم ما نمیبینیم اینا رو. اینطوری که نمیشه. هست در کنار ما. ولی ما چه قسم بتونیم از اونها استفاده کنیم؟ بله، ما در سوره بقره آیه 216 هست، خداوند متعال میفرماید چه بسا چیزی که شما او رو خوش نداشته باشید در حالی که او برای شما خیر است، ولی چیزی که شما او رو دوست داشته باشید و خوش دارید و برای شما او شر است. و این رو خداوند میدانه و شما نمیدانید. پس این رو باید، این میتونه خود همه آیه برای انسان تحمل رنج و مصیبت رو واقعا راحت کنه. یک شری برای من آمده، ممکن است در او خیری باشه و برای من بهتر هست. اگه من این دید رو داشته باشم، تحمل مشکلات برای من واقعا آسان‌تر میشه. دیگه سختی اونها رو با تمام گوشت و استخوان خودم و روح خودم حس نمی کنم. چون بالاترین چیز این است که مشکلی به روح انسان صدمه بزنه. ما این رو در انواع رنج جلسه قبل بیان کردیم. بدترین نوع مشکل این است که انسان روح از اون مشکل داشته باشه با او، و این موارد میتونه به انسان امید بده. دقیقاً. یک مطلب حتی به یک مرحله برسه خانم اصلا زده که شکر گذاری کنه. یعنی مثلا میبینی یک نفر مریض است ولی می خدای شکر، یک سختی و مشکلات داره، باز می خدای شکرت که من همچه گرفتاری دارم. و این نگاهش نسبت به او، دید او نسبت به او گرفتاری و سختی و مریضیش تغییر کرده، مثبت میبینه. این باعث خودش باعث شده که آسان بشه و تحمل مشکل. ما این رو با تکمیل بحث شما رو با خود امام حسین علیه السلام، تحمل شهادت جانسوز فرزند شیرخوار واقعا سخت. انسان فرزندی رو از دست بده، ولی ایشان میفرماین، من در مورد میفرماین این مصیبت برای من آسان است. اوج مصیبت این است که فرزند خردسالی رو که به شهادت رساندن، این بود که گفتن این برای من آسان است. علت او رو چی گفتن؟ چرا که در محضر خداست. پس این دین باوری و اینکه خدا در مقابل من هست باعث میشه مشکلات برای من آسان باشه. و مصیبت های دیگه که انسان خودش این رو حس کنه، من در زندگی مصیبت مشکل دارم، پس منتظرش هم بعض وقتا انسان باید باشه، جوری نباشه همش به فکر شادی ها باشه. پس این خودش دین این رو میگن، نه اونقدر شاد باش که خدا رو فراموش کنی. خب نه اونقدر مصیبت ها بر تو فشار بیارد که ناامید بشی. اینو ما داریم. بینابین باشه انسان، خودش باعث میشه که به او کمک کنه که تحمل مشکلات برای او آسان بشه. دین کارکرد دیگه و نقش دیگه که میتونه در زندگی ما برای رنج ها داشته باشه این است که رنج های اضافی رو حذف میکنه. ما بعضی از وقتا رنج های اضافی، احسن، بعض وقتا رنج های در زندگی های خود ما داریم که خود ما اونا رو به وجود آوردیم. اصلا واقعا زندگی ما لیاقت او رو نداشته که من همچین رنجی رو داشته باشم. به خاطر چی؟ یک سری کارهایی که من انجام دادم باعث شده که او رنج در زندگی ما اضافه شه. مثل کسی که ظلم کرده، خب خداوند هم وقتی که ظلم کرده میخواد ادبش کنه، رنجی رو برای وجود میاره. یا فردی که ما ساده تر بیان کنی، حسادت میورزه. خب این فردی که حسود هست، داره در این دنیا داره حسادت میورزه، میگه که فلانی چرا داره من چرا نداره، و این کلی تنش ایجاد میکنه بین خودش و حتی دیگران. باعث میشه که خب بعدش این دیگه جا نداره در اون دنیا بگه که من اینقدر رنج کشیدم
در نداشته های خودم ولی فلانی داشت و الان هم برای من پاداش بدین، همچین چیزی امکان نداره. بله. پس خداوند میگه این رنج های اضافی است که خودت ایجاد کردی، حتی برای از این حسادت تو من ممکنه عذابی هم در نظر بگیرم در دنیا. خب پس این موارد رو باید انسان توجه کنه. یا مثلا قناعت، خب چه خوب است که انسان در زندگی خودش قناعت داشته باشه. بله. در تمام آموزه‌های اسلامی این نکات اخلاقی سفارش شده، نسبت به کسی کینه نداشته باش. درست. ولی اگه فردی برعکس از اینها بود، رنجی رو برای خودش به وجود آورده، خب این رنج‌های اضافی از اونها ما نام میبریم و این رنج‌های اضافی اینا مواردی هستن که خود فرد پیش رفته. بله. میام مثل فردی که متکبره و خیلی چیزهای دیگه میتونیم در این زمینه بیان کنیم. خب باز هم وقفه و میان برنامه ای تقدیم عزیزان و همچنان بعد از او همراه ما باشین. موضوع رنج و زندگی از برنامه روشنا مهمان خانه های شما عزیزان هستیم. صحبت و گفتگو در رابطه با نقش دین و کارکرد دین در رنج های زندگی ما با شما عزیزان صحبت و گفتگو کردیم و در ادامه صحبت هستیم. میخوایم رنج های مفید بیان کنیم که آیا رنج های مفیدی هم در زندگی ما وجود داره، اونها چی هستن و نقش دین چی میتونه نسبت به این موضوع باشه. خانم حسن‌زاده، خب رنج های اضافی را که گفتیم، انشالله که جز افراد باشیم که بتانیم پیش روی این رنج های اضافی خود ما را بگیریم و برای خود ما رنج اضافی خلق نکنیم در زندگی. حالا بیایم رنج های مفید را بیان کنیم. رنج های مفید چیا هستند و این که دین چه توصیه هایی داره برای ما نسبت به این موضوع؟ بله، بعد از اینکه تحمل رنج ها رو چجوری آسان کنیم در آموزه های دین و رنج های اضافی رو در زندگی ما حذف کنیم، اینکه دین رنج ها رو برای انسان مفید قرار میده و این مورد رو میخوایم بررسی کنیم. اولین نکته ای که انسان باعث میشه که رنج ها براش مفید باشه، منظور مفید بودن این نیست که ما فکر کنیم یک رنج خودش عذاب آوره ها. بله. بیشتر وقتا جوری هست که انسان از اون مشکل ناراحتی برایش به وجود میاد، پس ممکن استفاده برای از اون نداشته باشه، ولی در کنار از او برای از او لذت ببره، جوری باشه که از رنج لذت نداره اصلش، ولی در کنار از او با یک آموزه های دینی بتونه از او لذت ببره. یعنی رنج ها رو آسان میکنه. و برای از اون تعبیر رنج های مفید، یعنی همین رنج هایی هست که برای ما میتونه اونها رو زندگی رو برای ما آسان بسازه. بله. یا رنج ها رو برای ما آسان تر بسازه که بتانیم به راحتی تحمل کنیم. بله. این اولین موردش این است که انسان خدا رو در زندگی خودش حس کنه. اگه وقتی خدا محوری در زندگی باشه، تنها خدا محوری نیست، ما در ادامه موارد دیگه معاد محوری و بقیه رو هم بیان میگیم. اولین مورد این است که خداوند رو در زندگی خودش حس کنه. من الان که رنج میکشم، این مشکل برای من پیش آمده، خداوند بنابر شرایط این رنج رو در زندگی من قرار داده. و یک چیز دیگه هم که میتونه برای انسان مفید باشه و دین این رو سفارش میکنه، انسان همیشه فکر نکنه من و این رنج تا آخر عمر و این مشکل تا آخر عمر باقی است. نه، مثلا زوده بشه اینجا یک سوال پیش آمد برای من، این که میگیم که ما فکر کنیم که خداوند این مشکل برای ما گذاشته بنابر حکمتی قرار داده. خب باز من احساس میکنم که خداوند هیچگاه برای بنده خودش بدی و سختی و عذاب و رنج نمیخواید. چه قسمتی موضوع؟ بله، عدم تناسب ایجاد شد. خب مثلا ما میگیم خداوند ارحم و رحیمین است و برای بنده های خودش هیچ وقت سختی رنج نمیخواید. بعد ما مثلا میگیم که ما احساس کنیم که
این از طرف خداوند هست که این رنج برای ما آمده که این رنج برای ما مفید شود و آسان شود. بله. آیا این با هم تناقض نداره؟ من این کلام شما رو با یه حدیث این بیان جوابش رو بیان کنم. این است که خداوند امام صادق علیه السلام میفرماید خداوند زمانی که بنده ای را دوست بدارد او را در دریای سختی و مصیبت ها غوطه ور میکنه. به خاطر چی غوطه ور میکنه؟ خب به خاطر این است که آیا مثلا خواسته باشه براش مثلا اجری قرار بده؟ بله، یک موردش برای اجر و میتونه چیزای دیگه ای باشه که امام علی علیه السلام میفرماید بلا برای هر انسان که ظالم برای ادبشه، برای مؤمن وسیله امتحان هست و برای پیامبران موجب بالا رفتن هست، بالا رفتن از درجات هست و برای اولیا موجب کرامت هست. درست. من همین ها رو توضیح بدم میتونه جواب سوال باشه. من یادم از اون داستان و حکایت آهن گداخته آمد. حالا شاید بیننده های عزیز ما هم این حکایت خوانده باشن، همون حکایت آهن وایی که داغ میشه و هر چقدر که داغتر میشه شکل خوبی را میگیره. یعنی انسان هم همین قسم است. احسن. بله، شما با یک مثال بسیار خوبی این رو بیان کردین. بله، انسان هم همینجور روی هست، به همین شکل هست که خداوند اگه بلام به اون معنایی که مثلا من جبران خسارت باشه، خب مثلا اگه بیماری بوده برای ایز که من بخشیدش خونه، پس درست رحمت خداوند بر همه بندگان به صورت عام شامل میشه، ولی خداوند برای بندگان مؤمن خودش یک رحمانیت دیگه ای داره به صورت خاص هست که به عنوان رحیم از اون نام میبره، اینجا شامل حال از او هست. ده. یعنی خداوند مشکل در را از او قرار میده که این هم در زندگی های اولیاء الهی ما همه دیدیم. اگه مشکلی بوده در زندگی از اونها برای اون بوده که به تقرب الهی برسن، وگرنه اگه این آزمایشات و این امتحانات نباشه، حالا به عنوان بلا و مصیبت و رنج نام نبریم، بله، همه آزمایشات و امتحانات نباشه، افراد از هم شناخته نمیشن که کدوم افراد مؤمن است و کدوم غیر مؤمن هست. اگر نمازی نباشه، مثلا ما الان برای بلند میشیم نماز میخونیم، اگه نمازی نباشه انسان بی نماز و انسان نمازخوان از هم تشخیص داده نمیشه. پس به همین شکل اگر گرفتاری نباشه، خب انسان صابری مشخص نمیشه که خداوند متعال میفرماین پاداش بشر از صابرین، بشارت میدن پاداش میده به صابرین. خب این صابرین از کجا شناخته میشه؟ زمانی هست که این مشکلات رو برای خودش آسان کرده و تونسته از این به عنوان یک پلی تیه تاریخ کنه و به درجات عالی برسه. خب دین کار دیگه که میتونه بکنه برای انسان مشکلات رو آسان کنه و حتی همراه لذت بشه، این است که رابطه که بین دین و رنج برقرار میکنه این است که مثلا انسانی که در غربت است مطمئنا ناراحتی داره، دوری والدین، دوری از خانواده، اینها همه در رو تاثیر میذاره. ولی اگه فقط یک چیز رو بطرح کنه، همون نکته رو که اول بیان کردیم که خداوند میفرماید انی معکم، من همراه شما هستم. خداوند در سوره هود آیه 92 اینو میگه، من همراه تو هم. فقط همین نکته که خداوند همراه من است چقدر وجود انسان را آرامش میده. بله بله، که خدا همراه من است. الان بالاتر از او که دیگه کسی نیست. ممکن است اگر خانواده همراه من بود به این درجه من کمک و همراهی نمیکرد. بله. و اگر خداوند همراه من است، همه این موارد، خب ما در این حال مشکل داریم، گرفتاری داریم، ولی گرفتاری انسان مفید برای از او واقع میشه. ده. همراهی خدا رو برای خودش در نظر گرفته. بله. یا مسائل دیگه ای، خب افرادی هستن که معمولا ما در اطراف میبینیم که بیدین هستن، تجربه مثلا دارن که دین رو این طعم شیرین دین رو حس نکردن. بله. افرادی بیدین هستن، خب این رنج میبره، نمیگیم رنج از زندگی از او حذف میشه، رنج داره به هر طریقه ممکن است رنج باشه، ولی تحمل از او رو نداره، ممکن است دست به خودکشی خدای نکرده بزنه، شاید یا دچار افسردگی بشه. شاید هم بسیار وقتا بعضی از بیننده ها یا بعضی از افراد مثلا سوال برشان پیش بیه بگه که خب اونو دسته از انسان های دین ندارن ولی همیشه خوش هستن یا همیشه غرق امکانات هستن، شاید مثلا تو تصور داشته باشن. بله، من با توجه به گفتهایی که از اول بیان کردم یک نتیجه بگیرم از این سخن شما. بله. این است که انسانی که بی دین هست
رنج برای از او سخت‌تر است. همین نکته‌ای که شما برای بیان کردین، این مثلا ما افرادی رو ببینیم که رنج نمیبرن، زندگی راحتی دارن. اولی که خوشی و مقدرات رو خداوند برای همه قرار داده است، چه برای کافر چه برای مؤمن. جوری نیست که اگه به طریق بود که وقتی که انسانی که نماز نمیخوان مثلا شناخته میشد در بین افراد نمازخوان، خب روزی بهش داده نمیشد، یا فردی که موتر خانه خوبی داشت میدیدیم که این میگیم اهل دین هست. به این شکل نیست، خداوند همه رو مقدرات رو برای همه اولا قرار داده. و نکته دیگه هم هست که ما افراد بی دین رو میبینیم، شاید تلاش خودش بوده بعضی موارد، مثلا تلاشی کرده تا به اونجا رسیده، رنج داره، ولی ممکنه رنجش ما برای ما نهفته باشه، ما اون رنج او رو نبینیم. اما تو که آدم های دیگه که در کنار ما زندگی میکنن، بعضی وقتا ما برداشت کنیم که فلانی اصلا در زندگی خودش رنج نداره. نه، این رنج ها رو ممکنه یا به طریقای دیگه داشته باشه یا برای خودش هموار کرده باشه. خب پس برخی از مهارت ها هم میتونه رنج ها رو کم کنه و این کارکرد هایی که دین و مهارت هایی که دین بیان میکنه انشالله در جلسات آینده در خدمت بینندگان عزیز هستیم و بیان میکنه انشالله. خانم اسدزاده، گاهی وقت ها خداوند بعضی از افرادی که بی دین هستن رو رها میکنه که در همین دنیا به حال زندگیشون بکنن. این موارد هم هست، این موارد هم هست. حالا مثلا ما میگیم که خب یعنی این افراد هست نه دین داره، مثلا نه خدا را میپرسته، هیچ ارتباطی هم نداره، ولی خب میبینیم که همیشه خوش و خوشحال زندگی میکنه، همه چیزم داره. خب قسم افرادی هستن که در همین دنیا در همین زندگی غرق شدن و خداوند اونها هم رها کردن به همون حال و حساب کتابش میمونه به دنیای دیگه، در دنیای دیگه که این دنیای دیگه واقعا عذاب از او واقعا دردناکتر از او عذابی که ما در این دنیا داریم از رنج ها و گرفتاری ها میچشیم. تشکر میکنیم خانم اسدزاده از صحبت هایتون. انشاءالله هفته دیگه باز هم در ادامه همین صحبت ها را با عزیزان بیننده داریم، موضوع رنج و زندگی، و انشاءالله که یک برنامه ریزی داشته باشین روزهای یک شنبه نسبت به این موضوع هم بپردازیم و گفتگوهای ما را ببینین. خب ما و شما عزیزان همون قسم که بارها گفتیم، در این دنیا و زندگی رنج وجود داره، سختی ها وجود داره، ولی انشالله که با این صحبت ها بتانیم اینها را مهار کنیم، مدیریت کنیم، تا ای که در کنار سختی آسانی را هم تجربه کنیم. سپاسگزار هستیم از حضور همه شما عزیزان بیننده. موفق و پیروز باشیم. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم